سری که امروز در نظر گرفتم پاناکوتا شکلاتی هسته. شیر 1.5 پیمانه، پودر ژلاتین 2 قاشق سوپخوری، خامه، منظورمون خامه صبحانه هستش، 150 گرم، شکر قهوه‌ای 100 گرم، شکلات تخته‌ای 60 گرم، پودر کاکائو 1 قاشق سوپخوری. پاناکوتا در واقع یه دسر ایتالیایی هست خانم امیرشاهی عزیز. خب بفرمایید. خب شیر اضافه می‌کنیم. خامه، همونطوری که خدمتتون گفتم خامه‌ای که استفاده می‌کنیم خامه صبحانه هست. پودر ژلاتین بهتر روش پخشش کنیم. خیلی از دوستان به من مراجعه میکنن شکر قهوه‌مون سفت شده، تو مایکروفر گذاشتیم، دستمال مرطوب گذاشتیم، به هیچ عنوان باز نمیشه. برای همچین دسری این لواقع بهترین راه حل هستش که بتونن این شکر قهوه‌ای که استفاده نمیتونن بکنن تو این دسر استفاده بکنن. یعنی هر چقدرم سفت شده باشه دیگه تو این دسر حل میشه و هیچ اتفاقی نمیفته. خیلی از عزیزان این شکر باید سفت بشه، یعنی خواستن مثلا برای شیرینی دیگه استفاده. نه وقتی که نه، این شکر قهوه‌ای خاصیتش اینجوری هست و هوای آزاد جذب رطوبه. شکلات هم همینطور، بعضی شکلات مشکل دارن یا اینکه مثلا آب واردش میشه سفت شده نمیتونن دوباره آبش کنم، دوباره میتونم توی این دسر استفاده کنم، به راحتی آب میشه. و آخر سر پودر کاکائو. پس همه چی رو با هم می‌ریزیم. دقیقاً. الان خیلی راحت. البته در مورد شکلات تخته‌ای خدمتتون بهتر هست توضیح بدم که یا رنده کنن دوستان عزیز یا اینکه خوردش کنن شکلاتو که بتونن برای این دسر استفاده کنن، چون طول میکشه. این دسر باید دقت داشته باشن به مرحله جوش نرسه، یعنی در حد اینکه مثل شیر کاکائو بشه و قاطی با هم مخلوط بشه کافی هستش. حرارت ملایم بهتر هست این دسر رو هم بزنیم. بعد موقع اینکه می‌خوایم تو قالب بریزیم، این دسر تو قالب‌های سیلیکونی خیلی بهتر برمیگرده، یعنی نیاز به آب جوش نیست، خیلی راحت میتونن برگردن تو ظرفشون. که حالا موقعی که دارم داخل قالب میزم اینم توضیح خواهم داده. پرسیدن میزان شکر قهوه‌ای و شکلات چقدر باشه؟ همونطور که توضیح دادم شکر قهوه‌ای 100 گرم هست، شکلات تخته‌ای در واقع 60 گرم هستش. حالا اگه به نظرشون خیلی شیرین تر هست میتونن شکلات تلخ و جایگزین شکلات شیری بکنن. در حد اینکه این ما قرار نیست حالت جوش بیاد قول بخواد، در حد اینکه همه این مواد با هم یک دست شدن کافی هست. و همونطوری که مشخصه هم شکر قهوه خیلی راحت توی این حل شد، هم شکلات خیلی راحت. اونایی که نمیتونم، من خیلی ها رو دیدم که مثلا میبینن آب نمیشه میندازن بیرون شکلاتشون یا حتی شکرشون رو صفر شده میندازن، و این روشی هست میتونن همه این مواردشون رو استفاده کنن و تبدیل به یه دسر خیلی خوشمزه. خب این دسرمون تقریبا دیگه آماده شد. بله، حالا اگه زمان داشتیم که بهتر بود بازم. بله، اندازه 2-3 دقیقه. آها، میخوایم یعنی بعد بذاریم خنک شه؟ نه نیاز به خنک شدن نیست، برای اینکه کاملا باز بشه. میگم به خاطر اگه زمان داشتیم میتونستیم یه 2-3 دقیقه دیگه هم بیشتر بذاریم که دیگه هیچ گونه شکلاتی. 2 دقیقه کلاً وقت داریم. 2 دقیقه خوبه براتون. کافیه. بله. خب بعد از اینکه همه موادمون رو با هم دیگه مخلوط کردیم، میگم عین نگاه کنی عین شیر کاکائو هستش، هم از لحاظ غلظتی هم از لحاظ ظاهرش، همه مواد با هم خورد. بعد داخل قالب های سیلیکونی ما استفاده میکنیم و داخلشو میریزیم. ورق ژلاتین رو من به تعداد 3 تا میریزم، بقیه‌اش رو توضیح در مورد قالب خدمتتون بگم. ورق ژلاتین رو داخل یه ظرف که آب سرد ریختن یه ذره اجازه بدن که نرم بشه، بعد مثل پودر ژلاتین به بقیه مواد استفاده میکنم. بعد این موادمون بعد از این که ریختیم طبعا به تعداد این قالبمون میده، بستگی به قالب ممکنه که مواد مجبور بشن دو برابر کنن. بعد از اینکه داخل قالب قرار دادیم، قالبمون رو به مدت 1 تا 2 ساعت، چون خیلی سریع بسته میشه این دسته، بازم بستگی داره که قالب اگه بزرگتر باشه خب مدت زمان بیشتری طول میکشه، داخل یخچال قرار میدیم. بعد از اینکه کاملا بسته شد، دور تا دور دسرمون رو از قالب جدا میکنیم، با یه در واقع چاقو، با پشت چاقو میندازیم دور دسرمون رو جدا میکنیم و به آرامی برمیگردیم. حالا رو ظرفمون، رو دستمون خیلی راحت میتونه برگردین و منتقل کنیم به ظرف دسرمون. بسیار عالی، خیلی ممنون.